سلام میدم خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوشحالم که یه سه‌شنبه دیگه در کنار شما هستم. خیلی امیدوارم باز هم یه برنامه خیلی خوب دیگه در کنار هم دیگه داشته باشیم. ببخشید که میگم حالا یه مقداری حالا چند ثانیه دیر شروع شد. خب بریم سراغ اصل برنامه، وقتم تلف نکنیم. اول برنامه فقط یه نکته رو راجع به دو تا موضوع بگم، یعنی دو تا نکته راجع به دو تا موضوع بگم. اول اینکه امروز متاسفانه ما مهمان نداریم در برنامه‌مون. دوست عزیزم، خواننده بسیار عزیز و خوبمون آریا آرام نژاد که قرار بود امروز در کنار ما باشه، یه مقدار مریض احوال بود، قول داد که هفته‌های بعد در خدمتش باشیم. از اون ور هفته بعد من یک در واقع سفر کاری دارم، سفری که راجع به ادبیاته و هفته بعد سه‌شنبه نیستم. پس وعده دیدار ما سه‌شنبه دو هفته دیگه در کنار هم خواهد بود با حضور آریا آرام نژاد عزیز به عنوان مهمان. خب بدون اتلاف وقت میریم سراغ برنامه و همون کار همیشگیمون. اول از همه معرفی کتاب. کتابی که مثل همیشه قراره در واقع کتاب چاپ شده که در اختیار من هست و نشون شما بدم، کتابی هست به عنوان تاریخ فلسفه غرب. من جلدش هم به شما نشون بدم. کتاب تاریخ فلسفه غرب، خب پیشنهادی به من برای شما، برای کسایی که خب دو هفته قبل وقتی کتاب دنیای صوفی رو معرفی کردم خیلی دوست داشتن، لذت برده بودن و میگفتن ما کتاب‌های تکمیلی تری می‌خوایم. این کتاب برای قدم اول خوبه اما کتاب کاملی نیست، بیشتر برای نوجووناست، برای نوآموزاست و میگفتن ما کتابی می‌خوایم که یک قدم ما رو به جلوتر ببره. از اونور حالا خیلی از دوستان بودن که میگفتن اصلا ما به صورت جدی به فلسفه پرداختیم، آشنا هستیم باش و به کتاب دنیای صوفی نیازی نداریم. برای این دوستان من این هفته کتاب آشنایی با در واقع تاریخ فلسفه غرب رو ارائه میدم. تاریخ فلسفه غرب که حالا دست من هم هست، کتابی هست از آر جی هالینگدل. آر جی هالینگدل در واقع فیلسوف نیست، بیشتر یه نویسنده انگلیسیه. ترجمه های خیلی خوبی از اومده، ترجمه های خیلی خوبی از آلمان کرده، از فلسفه آلمانی کرده، از شخصیت های مختلف، از نیچه، گوته، از آدم های مختلف، شوپنهاور و کتاب های مختلفی رو چاپ کرده، جمع‌آوری کرده. حالا این کتاب ترجمه عبدالحسین آذرنگ هم هست که حالا معرفیش میکنم. عبدالحسین آذرنگ از اعضای دانشنامه ایرانه که دارن دانشنامه ایران رو مینویسن، جمع‌آوری میکنن. اون هم محقق بیشتر تا بگم در زمینه فلسفه به صورت تخصصی کار میکنه. اما هر دوی این آدم ها، یعنی نویسنده کتاب و مترجم کتاب، در کنار هم باعث شدن یک کتاب خوبی رقم بخوره که به نظر من ارزش خوندن داره. کتاب برای نوآموزانی هست که با فلسفه آشنان، علاقمندن، در حد بسیار اندکی میدونن اما میخوان قدمهای بعدی رو بردارن. در سطح پیشرفته نیست اما کتاب بسیار بسیار مفیدیه. کتاب دو بخش داره. بخش اولش در واقع خودش چندین فصل داره، شروع میشه با مقدمات و بعد بخش های مختلف فلسفه که حالا خیلی از اونها حتی امروز از فلسفه امروز جدا شدن رو تعریف میکنه، توضیح میده، مثال میزنه. این بخش ها شامل منطق، معرفت شناسی، مابعد و طبیعه، اخلاق، زیبایی شناسی، فلسفه کاربردی، این بخش ها شامل میشه که احتمالاً این تعاریف، این یاداوری ها هم برای شما جذاب باشه هم مفید باشه کاملا. بخش دومه در واقع کتاب میاد بررسی میکنه فلسفه رو، تاریخ فلسفه رو به سه بخش تقسیم میشه: فلسفه یونانی، فلسفه سده های میانی که کلیسا حاکم بود و فلسفه امروز و جنبش های جدید فلسفی. من فکر میکنم این کتاب رو بتونید با علاقه بخونید. ممکنه حالا بعضی از دوستان که یه مقدار تازه کارترن بخشی از کتاب براشون سنگین باشه، درک نکنن، اذیت بشن، اما اونها رو با چشم رد کنن. کلیت کتاب برای همه شما مطمئنم مفید خواهد بود. این بس
در واقع کتاب اول. آن یادم نره که انتشارات ققنوس هم این کتاب رو چاپ کرده، دوستانی که میخوان تهیه کنن، نشر ققنوس و پخش ققنوس در خیابون انقلاب، پخششون که حداقل در خیابون انقلاب من یادم بود، من خودم ازشون کتاب تهیه میکردم، میتونن مراجعه کنن. خیابون انقلاب تهران. کتاب دومی که میخوام معرفی کنم کتاب یکی از شاعران جوان، بسیار حالا بسیار که جوان ما هستن، ساکن شهر نیشابور و استان خراسان هستن، که کتابشون همین شاید چند روز اخیر چاپ شده ولی نسخه پی دی افش رو لطف کردن برای من فرستادن، خانم مهتاب یغما. احتمال داره توی اینترنت با شعرهای خوبشون آشنا باشید، شعراشون اکثرا در قالب‌های موزونه و به فضاهای غزل پست مدرن نزدیک، کارهای البته تو فضاهای غزل نوکلاسیک، غزل روایی هم دارن. مهتاب یغما اسم این کتابش رو گذاشته بیقاعدگی، که حالا ایهامی جالبی هم داره، که حالا در واقع قاعده نظم و به اون معنا و قاعدگی به اون معنای حالا منز یا پریود. به نظر من کتاب خوبیه، من توصیه میکنم دوستان کتاب رو تهیه کنن. کتاب حدود 86 صفحه است، قالب های مختلفی در کتاب به کار رفته، قالب مثنوی اکثر کتاب رو تشکیل میده، قالب چهارپاره هم یکی از قالب های عمده کتاب هست، در حالا اقلیت کتاب قالب غزل و حالا در همین قالب ها ترانه هایی هم منتشر شده. من در یه بررسی اجمالی که کتاب رو کردم و خوندم و دوست داشتم، به نظر من مثنوی ها و چهارپاره ها یک سر و گردن از غزل ها قوی تره. یعنی مهتاب یغما هر وقت میره سراغ قالب غزل، اون قوت، اون تازگی رو نداره، زبان کلاسیک تر میشه، تصاویر کلاسیک تر میشه، اون نوآوری ها، اون خروج ها، اون حرکت ها کمتر دیده میشه در کارش. اما هر وقت میره سراغ قالب مثنوی که قالب مورد علاقهش مشخصا، و سراغ مثنوی با وزن دوری که ما امروز بهش میگیم چهارپاره، خیلی موفق تره، کارهای قوی تر، کارهای موندگارتری رو رقم میزنه. این کتاب خب از تکنیک های غزل پست مدرن خیلی استفاده میکنه، یعنی شما از لحاظ زبانی در واقع چیدش واژگانی، بازی های زبانی، فرمی، خیلی کار رو نزدیک به فضای غزل پست مدرن میبینید، حتی در اوزانی که انتخاب میکنه. اما از لحاظ اندیشه و محتوا کار اندیشه های پست مدرن رو در بر نمیگیره، یعنی کار بیشتر یک نوع اندیشه کلاسیک در کار جریان داره و یک نوع فضای رمانتیک بر کلیت کارها حکم فرماست، مثل خیلی از دوستانی که امروزه کار میکنن، یعنی یک جور در واقع بازسازی غزل نوکلاسیک با زبان و تکنیک های شعری جریان غزل پست مدرن. اما این هماغوشی، این در واقع ترکیب، این میکس کردن جواب خوبی داره در کتابش. علت موفقیت مهتاب یغما هم این هست که سعی میکنه تصاویر تازه، کشفای تازه در کارش زیاد باشه. زبان کار درسته یه خروجایی از نرم داره، علیه زبان عصیان میکنه، تو فعل دست میبره، اما معمول کار یک زبان خیلی نرماله، یک زبان دستکاری نشده است که کل کار اکثرا تو اون فضاست. یعنی زبان کار زبان یک دست و روون و مدرنیه و شاعر معمولا به اتفاق در زبان خیلی کمتر فکر میکنه، برعکس خیلی از شاعران غزل پست مدرن که کارهای پیچیده زبانگرا دارن و خب کارهاشون نزدیک به فضاهای حالا مثلا شاعران زبانگرای خارج از کشور. خب حالا خوبی های این کتاب رو گفتیم، یکی دوتا نقد هم بر کتاب داشته باشیم. یکی از حالا میگم نقد هایی که من دارم اینه که درست این کار نقطه قوت این کتاب زبان جدید و تازشه، اما بعضی جاها، بعضی مواقع یه لغزش هایی از این زبان مدرن و تازه انجام میگیره. مثلا فعلی مثل میگریم که چند بار در کتاب به کار رفته و وقتی که در کنار زبان اون کار قرار میدیم به نظر خیلی ناهمخون میاد،
ناهمخانه و اون تجانس و همانندی رو نداره. حالا این خیلی موارد کوچیکیه که این مورد رو مرتکب میشه. مهمترین اشکالی که من در این کتاب میبینم عدم تنوع موضوعیه. یعنی تمام اشعار غیر از دو سه تا شعر به مسائل عاشقانه میپردازه. دو سه شعر هست که حالا به مسائل دغدغه های زنان، وضعیت زن در جامعه امروز، به اونها هم پرداخته، هرچند در لوای یک فضای عاشقانه. اما کل کارها انگار شاعر محدود کرده خودش رو به موضوعات خاصی، در صورتی که وقتی شما شعرها رو میخونید میبینید که این شاعر میتونه در انواع موضوعها، بسترها شعر بگه و طبع آزمایی کنه و اتفاقهای تازهی خلق کنه. و حیفه که خودش رو به فضای عاشقانه، من، تو، دلتنگی، دوری، چه اتفاقی افتاد، محدود کنه. هرچند که در جزئیات این اشعار تنوع وجود داره، در کلیت ماجرا تنوع وجود نداره. یک نکته دیگه که میبینیم گاهی تکرار در تکنیکه. مثلا یکی از تکنیک هایی که در دهه 70 در غزل پست مدرن دیده میشد این بود که یه مصرع تکی آخر شعر باقی میموند. مثلا راوی شعر خودش رو میکشت و شعر مصرع آخر نداشت. خب این جذاب بود برای مخاطب، بگو اه شعر ناتمام مونده چون راوی خودش رو کشته و شعر ناتمام مونده. راوی دیازپام میخورد و میخوابید، شعر ناتمام میموند و یه مصرع تکی میفتاد آخر شعر. ولی مثلا در ده دفتر، ده تا کتاب یه شاعر یک بار این اتفاق رخ میداد، چون یه کشف بود، یه اتفاق بود. وقتی تکرار میشد دیگه لذتش کاسته میشد. اما وقتی یه کتاب مهتاب یغمای عزیز رو میخونیم و چند بار به این تکنیک برمیخوریم، احساس میشه دفعه دوم و سوم اون اثرگذاری رو نداره. یه چیزی که میخوام به مهتاب یغمای عزیز توصیه کنم در واقع اینه که در قالب‌های مختلف طبع آزمایی کنه. مهتاب مطمئنن در قالب مثنوی و چهارپاره تسلط کامل داره، اما قالب‌های زیادی هست که برای گفتن خیلی حرفای دیگه ممکن مناسب‌تر باشه. قالب شعر آزاد، قالب رباعی، قالب دو بیتی و قالب‌های ترکیبی. مثلا مصمت‌ها، مخصوصا مصمت که خیلی امروزه استفاده میشه، و قالب‌های مثلا شش پاره‌ها، هشت پاره‌ها میتونه از این قالب‌ها ترکیب بند، ترجیع بند میتونه کارکرد بگیره. خودش سعی کرده ها در بعضی از اشعار، مثلا ما غزل مثنوی هایی شاهد هستیم که غزل ها رو ترکیب کرده، ادغام کرده. اما من احساس میکنم که اولین قالبی که بهش فکر میکنه مهتاب مثنویه. نباید اینجوری باشه، باید یه تعامل مستقیم بین فرم و محتوا صورت بگیره. خب یه نکته آخر که میخوام بگم، البته این نکته ایراد کتاب مهتاب یغما نیست، ایراد ویراستار کتابه، چون اصلا ممکنه مهتاب یغما از این ماجرا بیخبر باشه. یعنی اون کسی که تایپ کرده و اون کسی که ویراستاری کرده به عهده اون باشه، غلطای دیکته‌ای کتابه. یعنی خب این به شاعر ربطی نداره، چون میگم که ناشر کتاب رو تایپ میکنن، ویراستاری میکنن و در واقع آماده انتشار میکنن. مثلا اصلا همه ما میدونیم که با چیه؟ با الفیه که بالاش تنوینه. اصلا با نون غلطه. یعنی شما مثلا کتاب غلط ننویسی رو بخونی، نظریات ابوالحسن نجفی، نظریات داریوش آشوری، هر نظریه که بخونی میدونی که نون در واقع شکل نوشتن نون به شکل نه عربیه، به شکل تنوین هم عربیه و این اصلا هیچ کدومش بر هیچ کدومش ارجحیت نداره. و وقتی که شما یک کلمه تنوین داره باید به شکل صحیحش بنویسید. یا مثلا ما کسره هی که به معنی کسره است، که آخر مثلا کلمه دیوانه است، رو فقط در انتهای کلمه می نویسیم. وقتی ما کلمه می سازیم مثل دیوانگی، دیگه دیوانگی نوشته نمیشه و این رو باید بنویسیم دیوان نون گه. و اون در واقع هی که به معنی کسره بود، چون دیگه انتهای کلمه نیست، نوشته نمیشه. این نکته البته به مهتاب یغما ارتباطی نداره، میگم مشکل ویراستار کتابه، چون من اسم ویراستار رو نمیدونستم حالا اینجا منتقل کردم.
خب مرسی از مهتاب عزیز، امیدوارم کتابش تهیه کنیم. کتاب بعدی که میخوام معرفی کنم مجموعه داستانه، یه مجموعه داستانی که اتفاقا یکی از دوستان جوان دیگه به دست من رسیده به نام چند روز با یک دیوانه. یک مجموعه داستانی شامل تقریبا فکر کنم 8 داستان بود، حالا من شمردم 8 تا بود، حالا شاید چون کتابی که به دست من رسید پی دی اف بود و فهرست نداشت. این کتاب در واقع نوشته سعید تقوی اگر اشتباه نکنم، این کتاب حدود 84 صفحه داره، میتونید تهیه کنید. کتابیه که خیلی گرون نیست، خیلی پربرگ نیست، وقتتون رو خیلی نمیگیره. من این کتاب داستان رو خوندم، اگر بخوام درباره حالا درباره دو سه تا داستان اولش، چون فرصت نمیشه راجع به همه داستان ها صحبت کرد، داشت دو سه تا داستان اولش یه نکته رو خواهم گفت، ولی چیزی که میخوام به سعید عزیز بگم اینه که باید خیلی در واقع داستان امروز جهان رو بخونه، دنبال کنه، پیگیری کنه، کار کنه و خودش رو محدود نکنه در واقع سعید به یک سری داستانهای کلاسیک، چون در واقع من احساس میکنم سعید داره استعداد بالایی در زمینه داستان نویسیه، اما داستانهاش هنوز دارای ایرادات بسیاریه و اگر مطالعه پیگیر و نوشتن پیگیر باشه مطمئنم کتاب بعدیش خیلی 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 بهتر خواهد بود. خب حالا من اسم یه سری داستانه کتاب رو میگم و در برش یه سری نکته ها رو میگم. من اول بگم که نکته مثبت کتاب بگم، چون نکته که میخوام راجع به داستان تک تکی بگم نکته منفیه. نکته مثبت کتاب تصویر پردازی های دقیق کتابه، یعنی شما میدونید که تصویر پردازی اصلا کار ساده ای نیست، از عهده هر کسی بر نمیاد. سعید نگاه دقیقی داره تصویر پردازی میکنه و مشخصا تجسم قوی داره راجع به داستانی که مینویسه. به کنه افراد، به درون افراد هم خیلی خوب نفوذ میکنه. داستانهاش در سطح نمیگذره، درون آدم ها که معمولا آدم هایی هستن که لحاظ روحی هم شرایط مساعدی ندارن، در واقع آدم های دنیای مدرن هستن، رو این در داستان هاش ترسیم میکنه. حالا این داستان ها خوب جلو میرن، اما یه ایرادهایی هم دارن. اول در مورد داستان اول کتاب بگم، داستانی با همون اسم کتاب، یعنی در واقع اسم کتاب اسمشو بذار یادم بیاد، چند روز با یک دیوانه. کتاب داستان چند روز با یک دیوانه در اول کتاب قرار داده سعید. خب بهتون بگم که اگر این داستان رو خوندین ناامید نشید، این داستان بهترین داستان کتاب نیست متاسفانه. سعید خوب تونسته تصویر سازی کنه، اما داستان اصلا پیرنگ مشخصی نداره، داستان گره افکنی و گره گشایی مشخصی نداره، داستان انگار مثلا دفتر خاطرات چند روز یک دیوانه است، وارد چند تا ماجرا، وارد چند تا روایت فرعی هم میشه، اما نمیتونه در واقع بست بده اونا رو، نه ایجاد کشش بکنه، نه گره افکنی بکنه، نه گره گشایی های خوبی بکنه. و به نظر من این داستان از داستان های خوب سعید نیست. بعضی از جاها هم زبان افت میکنه، مثلا میگه نمیدونم ارسال کرد به جای فرستاد، مثال میزنم، که به نظر من نیاز قطعی بوده که سعید این کتاب رو از لحاظ زبانی یک ویراستاری بکنه. حالا در داستانهای بعدی که تعداد این ایرادا بیشتره حتما یادآوری میکنم. داستان بعدی سلول شخصیه. این داستان ورودی خوبی داره برعکس در واقع داستان قبلی، ایجاد گره میکنه، ایجاد جذابیت میکنه، ماجرای یک نفری که قرار اعدام بشه طبیعتا مخاطب رو جذب میکنه، وارد میکنه، درگیر میکنه، اما همون اول با یه سری مشکلات منطقی روبرو میشیم. یعنی آدم احساس میکنه که سعید تقوی عزیز اون مرحله پیش تولید، مرحله تحقیق در مورد داستان رو خیلی جدی نگرفته. مثلا میدونید که در خیلی از دادگاه‌های ایران اصلا هیئت منصفه به معنی واقعی وجود نداره، در صورت که سعید که داره داستانش در ایران میگذره، در مورد یک قاتل میگذره، در هیئت منصفه میان رأی میده. یا مثلا ذکر میکنه که مثلا طرف در دادگاه با دستبند بوده، در صورت که موقع ورود در لحظه که میخواد حکم قرائت بشه و طرف داخل دادگاه بره
میان دستبند در واقع اون قاتل یا اون فرد رو باز میکنن، یا مثلا در مورد شهادت ها، در مورد حضور دوست اون فرد در اتاق بازجویی که اصلا غیر منطقی از لحاظ سیستم در واقع سیستم قضایی ایران، سیستم در واقع که در ایران میگذره یک مقدار قابل باور نیست، بیشتر شبیه سیستم های کشورهای دیگه است. یه مقدار به نظر من باید حتما موقعی که میخواین داستان بنویسید با کسی که در اون زمینه اطلاعات داره، مثلا یه وکیل صحبت کنید. من خودم یادم مثلا رمانم که داشتم مینوشتم در مورد یکی دو نکتهش با وکیل صحبت کردم، مشورت خواستم، درباره حکم سوال کردم، درباره وضعیت سوال کردم، برای اینکه داستان کاملا باورپذیر باشه. حالا غیر از این موضوع ها، این داستان باز داستان قابل قبول تری نسبت به داستان اول. اما داستان بعدی داستان نگهبان شبه. داستان نگهبان شب ایده داره، اما ایده پیش پا افتاده، ایده در واقع ایده ای که نمیتونه به حالا من توضیحش نمیدم برای اینکه لو بره، نمیتونه به لایه های در واقع روانشناختی دست پیدا کنه، در سطح باقی میمونه. یعنی اگه شما موضوع تکراری رو برای داستانتون انتخاب میکنید، حتما 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 باید نگاه دیگه به اون موضوع داشته باشید. اگه شما بخواید همون نگاه تکراری رو داشته باشید، دیگه داستان توی جذابیت برای مخاطب نداره. اگر هم لایه های روانشناختی هست، ایرادی که در تمام داستان های سعید دیده میشه اینه که اون لایه ها رو برای مخاطب توضیح میده، به گمانش فلان، اون فکر میکرد که فلان، در صورتی که میتونه با یه تصویر، با یه نماد همه اون تفکرها و اندیشه ها رو منتقل کنه، اما دوست داره برای مخاطب بگه ببینید مثلا اون به این فکر میکرد که این آدمی بود که چنین احساساتی داشت. توضیح به شیوه رمان نویسی کلاسیک، در صورتی که در داستان کوتاه امروز که ایجاز حرف اول رو میزنه، یه تصویر مثلا یه قرص توی کابینت ممکنه تمام حرفای داستان رو بزنه، اینجور توضیحات جایی نداره. یه سری ایراد زبانی و تایپی هم هست که حالا شاید میگم برطرف شده باشه چون نسخه نهایی کتاب در دست من نبود. مثلا جدا نوشتن ضمیر متصل. دوستان مثلا وقتی میگیم مثلا خانوادگی مان، این مان مثلا اگه جدا نوشته بشه خب علتش چیه؟ وقتی میگیم مثلا دستمان، مان چرا باید جدا نوشته بشه؟ مثال میزنم، ما یکی دو جا به نظر من ضمیر متصل دلیل نداشت که جدا نوشته بشه و جدا نوشته شده بود. کلمات نامناسب که در مورد ارسال کردن گفتم، مثلا بازگشته بودم به جای برگشته بودم، به درد و دل کردن به جای درد دل کردن، سخن نمی گفتم به جای حرف نمی زدم، از خبرهایی چون به جای از خبرهایی مثل، تا 10 دقیقه دیگر باز می گردد به جای تا 10 دقیقه دیگر بر می گردد. ناخونید همه اینها رو می شد با یه ادیت ساده، با یک بار دو، یعنی یکی دو بار خوندن داستانها و خط کشیدن و رفت کردن، یا نشون دادن به یه استاد قبل از چاپ، میشد رفع کرد. حیفه، حیفه کار سعید تقوی بوده که چنین ایرادات ریزی درش وجود داشته باشه. ولی من با خوندن این داستان ها مطمئنم که کتاب بعدی سعید کتاب بهتری خواهد بود، چون استعداد، جسارت و نگاه متفاوت در کارش دیده میشه. ولی هنوز نتونسته از لحاظ تکنیکی کاملا مسلط باشه و اون چیزی باشه که میخواد. خب بریم سراغ بحث فیلم. دوستان امروز یه مدام وقتمون بیشتره چون مهمان نداریم، ولی خب از طرف دیگه من پاسخ به سوالایی که شما فرستادید هم دارم. البته سعی میکنم این سوالها رو بعدن با حضور یک مهمان ویژه تکمیلتر، کاملتر جواب بدم. بحث امروز که میخوایم بکنیم، بحث راجع به یک مقوله‌ایه که شاید خیلیاتون دربارهش از من سوال میکنید، تو دایرکتاتون، توی صحبتاتون، توی پیامهاتون، در مورد مقوله همجنسگراییه. خب من اول فیلم ها رو معرفی میکنم، بعدش میایم در واقع به یه سری سوالات پرتعداد شما که در این روزها، در این ماهها از من پرسیدید،
یه 10 تا سوالش رو جواب میدم و بقیه سوالا که تخصصی تره رو میگذارم که مهمان برنامه در جلسات بعدی جواب بده. خب پرداختن به مسئله همجنسگرایی در سینما خیلی تاریخچه زیادی نداره، چون میدونید که تا زمانهای نچندان دوری این مسئله ممنوع بود، مجازات داشت و خیلی خط قرمزها برای اکران فیلم ها وجود داشت. اما در خیلی از فیلم ها به صورت غیر مستقیم یا در لفافه یا حتی مستقیم باز هم اشاره شده. معروفترین اون فیلم ها میشه فیلم تناب هیچکاک رو اشاره کرد، که حالا مسئله همجنسگرایی نه اگرچه مسئله فیلم نیست، دغدغه فیلم نیست، اما در فیلم دیده میشه و خیلی نقدها بحثها هم روش شده. اما شاید اولین فیلم هایی که خیلی این مسئله رو به صورت عریان بیان کرد و به دو مقوله همجنسگرایی و ایدز پرداخت فیلم فیلادلفیا باشه. احتمالا فیلم فیلادلفیا رو دیدید، با بازی تام هنگس که برنده جایزه هم شد به خاطرش، جزء فیلم های پیش رو در این زمینه بود. اما فیلم هایی که امروز میخوام معرفی کنم، اولین فیلم، حالا به ترتیب تاریخ جلو بریم، فیلم کوهستان بروکبکه. احتمالا این فیلم رو خیلیاتون دیدید، دوست داشتید. فیلم مال سال 2005 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، ساخته مشترک آمریکا و کانادا، چون یه بخشش در کانادا فیلم برداری شده، و ساخته آنگ لی، کارگردان مشهور سینما. این در واقع فیلم، مثل خیلی از فیلم هایی که من در کارگاه معرفی میکنم، از یک کتاب، از یک داستان برگرفته شده. یه داستان کوتاهی بوده که در به نام همین با همین نام در واقع کوهستان بروکبک، که در مجله نیویورکر چاپ شده، اتفاقا برنده نفر سوم جایزه اوهنری هم شده. این در واقع نوشته اتنا آنی پرو، حالا پرو، حالا تلفظ صحیح‌ترش هستش، که اتفاقا نویسنده بسیار معروفیه، نویسنده‌ای که جایزه پولیتزر برده و یه کتاب خیلی معروف داره به نام گزارش‌های کشتیرانی، The Shipping News. در واقع این نویسنده یک داستان کوتاه نوشته که بعداً هم به صورت جداگانه چاپ شده. این داستان کوتاه رو دستمایه یک فیلمنامه قرار داده آنگلی که بر اساس عشق دو مرد یک فیلم بسازه. خب حالا من فیلم رو در واقع فیلمنامه رو لو نمیدم. ماجرا از ابتدا از کجا شروع میشه؟ حالا فقط ابتداشو بگم. در واقع یک کارگر مزرعه و یک گاوچرون سر حالا یک کار مشترک گیر میارن، به همدیگه علاقمند میشن و یه رابطه برقرار میشه. اما در اون زمان که این رابطه خط قرمز بوده، یا حالا به علت دو جنسگرا بودن اونها، یا به علت اینکه نه نمیتونستن ابراز کنن رابطهشون رو، و به علت دیگه که در فیلم در واقع ذکر میشه، این دوتا هر کدوم ازدواج میکنن، زندگی تشکیل میدن، ولی عشقشون در واقع در بین همدیگه میمونه. حالا فیلم رو ببینید، در واقع بعدش بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد، راجب همه این فیلم ها و کتاب هایی که معرفی میکنم. این فیلم رو آنگلی ساخته، احتمالا همه تون میشناسید، کارگردان تایوانی تبار حالا هالیوود هستش. چند تا فیلم معروف داره، یه فیلم در واقع ببر خیزان اژدهای نهان یا پنهان، هر جفتش ترجمه شده، که چند تا جایزه برد. یه فیلم زندگی پی هست که اون هم احتمالا دیدید، اون هم جایزه های زیادی برده. یه فیلمی داره که حالا خیلی ها مثلا جزء فیلم های اروتیک سینما طبقه بندی میکنن، من چنین عقیده اصلا ندارم، فیلمی به نام شهوت احتیاط، که اون هم فیلم مطرحیه. فیلم های آنگلی ویژگی های هالیوودی داره، اما برای مخاطب در واقع خاص هم، برای منتقدین هم، اکثرا نه همیشه اوقات جذاب بوده. اما فیلم کوهستان بروکبک حالا در کارنامهش خب فیلم خاصیه. این فیلم در واقع جایزه هایی مثل ونیز رو برد، گلدن گلوب برد، چند تا جایزه اسکار برد، البته جایزه بهترین فیلم رو به فیلم کرش یا تصادف باخت. خب در این فیلم دو تا بازیگر خیلی معروف بازی کردن، احتمالا یه بازیگرش رو میشناسید همتون، هیث لجر، که همتون با بازی فوق‌العاده خوبش در نقش جوکر در یکی از سگانه های بتمن کریستوفر نولان
میشناسید، یکی از بهترین جوکرهای تاریخ سینما رو خلق کرد. با وجود اینکه میدونید جوکرها بازیگرای خیلی خوبی بودن، یعنی ما تعدادی از بهترین بازیگرای تاریخ سینمامون در سینما جهان در نقش جوکر حاضر شدن، ولی یکی از بهتریناش هیث لجر بوده. هیث لجر بازیگریه که خب با این فیلم کوهستان بروکبک دیگه خیلی مطرح شد، بعد با فیلم در واقع بتمن خب معروفتر شد، و در فیلم آخری که داشت بازی میکرد دکتر پارناسوس انتظار میرفت که خب باز موفقیت های جدیدی کسب کنه. اما متاسفانه در سن 28 سالگی در اوج جوانی این ستاره سینما فوت کرد. حالا در مورد مرگش من بهتر میدونم صحبت کنم، چون در مورد ایرانی ها ما جرئت نمی کنیم صحبت کنیم. تا صحبت می کنیم یک سری دوستان میگن اینا خط قرمز نباید گفت، هرچند به نظر من بعضی حرفا باید زده بشه. هیث لجر حالا در زیاده روی یعنی و مصرف زیاد دارو فوت کرد، یا در واقع به علت مصرف مواد مخدر، یا هم خودکشی کرد. مهم نیست که علتش کدوم یک از اینا باشه، اما این مهمه که هیث لجری که میتونست سالهای سال یکی از بهترین بازیگرهای تاریخ سینما باشه، به علت در واقع مصرف مواد مخدر در زندگی خانوادگیش دچار مشکل شده بود، دارو مصرف میکرد. من خوندم، البته خودم ندیدم، که در یک کلیپی ایشون مثلا ذکر میکنه که روزی چند در واقع چند تا سیگاری حشیش مصرف میکنه. حالا امروز حالا گل، ماریجوانا، همین چیزهایی که خیلی از ایران دوستان در ایران هم متاسفانه مصرف میکنن، و بر اثر همینا میدونید که در واقع کسانی که حالا انواع مشتقات گیاه ماریجوانا رو مصرف میکنن، این افراد مسائل روحیشون، مشکلات روحیشون بیشتر میشه. یعنی هر حس و هر وضعیتی که داشته باشن مبالغه آمیزتر چند برابر میشه، و فقط کافیه شما یک مقداری مثلا کمی مانیک باشی، یک مقداری مثلا افسرده باشی تا فرو بری تا در اون قضیه، مخصوصا با این دوز بالایی که مثلا این هیث لجر مصرف میکرده. من نمیگم مرگش به علت مصرف مواد مخدر بوده، اما شاید اگر این بازیگر قدر خودش رو میدونست، ما حداقل بیشتر میتونستیم از وجودش در سینما استفاده کنیم. اما بازیگر دیگه که هست جک جیلنهال رو احتمالا بیشتر بشناسید از هیث لجر به خاطر فیلمایی که بازی کرده. چند تا فیلم آخرش فیلم های خیلی محبوبی هست. یه فیلمی داره به نام حیوانات شبزی که داستان یک نویسنده است که زنش که ازش جدا شده داره داستانش رو میخونه و مشابهت هایی بین زندگیشون و اون داستانی که داره میخونه احساس میکنه. فیلم دیگه هست به نام زندانیان، پریزنرز. این فیلم که در واقع میپردازه به یک بچه که به قتل رسیده و حالا رفتار پدر اون و و و واردش نمیشم، که اون هم فیلم خوب و تاثیرگذاریه. فیلم های دیگه این مثل شبگرد، عشق و داروهای دیگر هم داره و یکی از بازیگرهای جذاب سینمای حال حاضره. خب این هم از فیلم کوهستان بروکبک. اگر بخوایم در مورد کوهستان بروکبک و نقشی که در زمینه سینمای همجنسگرایانه داره صحبت کنیم، یک نکته رو باید یادمون نره که این فیلم نمیاد در واقع زوم کنه روی مشکلات همجنسگرایان، بلکه با تصویری لطیف و عاشقانه دادن از روابط همجنسگرایان و حالا در کنارش مطرح کردن بخشی از مشکلاتی که اونا در جامعه دارن، میاد نگاه مردم رو به همجنسگرایان تغییر میده. در زمان خودش هم خیلی فیلم قابل بحثی بود. من یادم که توی ایالت یوتا حتی اکران فیلم دچار مشکل شده بود و روش بحث بود. خب بریم سراغ فیلم بعدی که شاید حتی فیلم مهمتری هم باشه، فیلم میلک. در واقع یکی از فیلم‌های خوب سینماست. علاوه بر این که به مسئله همجنسگرایی میپردازه، یک فیلم بیوگرافیه، فیلم در واقع زندگی نامه هاروی میلک، یکی از شخصیت هایی که میاد کامینگ اوت میکنه، اعلام میکنه که
من همجنسگرا هستم و موفق میشه با وجود همجنسگرا بودن که تابو در حتی آمریکا و اون زمان تابو بوده خیلی، بتونه در واقع به انجمن شهر راه پیدا کنه، رأی بیاره و ثابت کنه که میشه در واقع همجنسگرا بود اما در جامعه در کار موفق بود. این فیلم حالا اگه بخوام متاسفانه، حالا همونجور که در واقعیت هم اتفاق افتاده، میدونید که در واقعیت میلک رو میکشن به همراه شهردار و فیلم تلخیه اما شادی ها و تلخی های به هم آمیخته. کارگردان فیلم ببخشید، کارگردان خیلی بزرگه، گاس ون سنت، احتمالا بشناسیدش. گاس ون سنت یه فیلم خیلی خوب دیگه هم داره به نام فیل یا الفانت که برنده جایزه کن شده، فیلمی در مورد قتلی که در مدرسه صورت گرفته، دوتا نوجوانی که هم کلاسی هاشون رو به قتل رسوندن. اون فیلم هم از لحاظ ریت، از لحاظ اندیشه، از لحاظ تصویر یکی از فیلم های خیلی خوبه در واقع گاس ون سنت. چند تا فیلم دیگه هم داره گاس ون سنت که احتمالا یه فیلمش رو بهتر شما بشناسید، ویل هانتینگ خوب، حالا به اسم ویل هانتینگ نابغه هم ترجمه شده، یکی از فیلم هایی که تلویزیون ایران هم پخش شده شاید دیده باشید، اون فیلم شاید آنپسندتریه توی فیلماش. فیلم دیگه ای داره آیداهوی اختصاصی خودم یا آیداهوی خصوصی من، ترجمه های مختلفی شده، اون هم جزو کارهای خوبشه. و از کارهای اخیرش میشه به پارانوید پارک اشاره کنم که اون هم کار تاثیرگذاریه. سینماش همه پسند نیست، بی تعارف بگم آدمیه که آدم متفاوتیه، سینمای متفاوتی داره اما سینماش خیلی حرفا برای گفتن داره. حالا در این فیلم میلک اومده یک سری تکنیکی زده از یک سری فیلم های مستندی که وجود داشته در این فیلم داستانی استفاده کرده. یعنی مثلا یه فیلم مستند بوده که چند سال قبل، 20 سال قبل در باره میلک ساخته شده بوده، صحنه هایی از اون رو اومده در وسط این فیلم جا کرده، برای همین کاملا یعنی مستنداش واقعیه که مستنده، کاملا باورپذیر میشه برای مخاطب. یا حتی از لوکیشن هایی که واقعی اومده استفاده کرده در خیلی از جاها و زحمت فراوانی برای این فیلم کشیده. خب این فیلم جایزه اسکار فیلمنامه رو برد، جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد رو برد که شامپن گرفت. در باره شامپن جلسه قبل صحبت کردیم، فکر کنم دو جلسه قبل هم صحبت کردیم، فیلم راه رفتن مرد مرده رو وقتی داشتیم صحبت میکردیم. خب شامپن رو دیگه فکر میکنم کسی نیست که نشناسه، ما راه رفتن مرد مرده رو نام بردیم، فیلم های خوبی مثل رودخانه مرموز، من سام هستم که یکی فیلم های خیلی خوبشه، یوترن یا دوربرگردان که با جنیفر لوپز بازی کرده، برعکس اون تصورتون، حالا درسته جنیفر لوپز بازی کرده ولی فیلم خوبیه، یکی از فیلم هایی که خیلی شاید جالب باشه ببینید مال جوونی هاش هم هست، فیلم ما فرشته نیستیمه که فیلم مارمولک هم یه اقتباس آزادی از اونه، فیلم 21 گرم مترجم. اینا رو دیگه من یه دفعه بعد در مورد شامپن صحبت نخواهم کرد. اما بازیگر دیگه فیلم امیل هرشه. امیل هرشه من جلسه قبل که داشتم در مورد شامپن صحبت میکردم گفتم که یک فیلمی ساخت به نام Into the Wild، یعنی به سمت طبیعت وحشی، رفتن در داخل طبیعت وحشی، حالا ترجمه های متفاوتی شده. خود شامپن ساخته این فیلمو. این در واقع امیل هرش کسیه که تو اون فیلم بازی کرده. اتفاقا حالا قبلش در این فیلم هم با هم دیگه خودشون هم بازی بوده. یه بازیگر دیگه این فیلم که بازیگر مطرح میده که تو این فیلم خیلی ها بازی کردن، بخشی از بازیگرها غیر از اون سوپر استارهایی که الان دارم نام میبرم بازی کردن، طرفدارا و دوستداران میلک بودن، آدمهایی که اون شخصیت رو دوست دارن و به احترامش، به عشقش اومدن در این فیلم حضور پیدا کردن. ولی از کسایی که در واقع در این فیلم بازی کرده و جز سوپر استارهایی بوده که بازی کرده میشه جیمز فرانکو رو نام برد. جیمز فرانکو رو احتمالاً با فیلم های مرد عنکبوتی میشناسید، در واقع در فیلم مرد عنکبوتی اون دوستشه، دوست مرد عنکبوتی نه خودش. جدیدترین فیلمش در واقع هنرمند فاجعه رو احتمالاً دیدید که یه فیلمیه درباره یه فیلم دیگه به نام روم یا اتاق که میگن بدترین فیلم تاریخ سینماست.
و فیلم خوبیه، حتما اون فیلم رو هم ببینید. جیم فرانکو در فیلم های خوب دیگه هم حاضر شده، که فیلم های مطرحش 127 ساعت، پاین اپل اکسپرس، بعد ظهور سیاره میمون ها و کلا اون سری سیاره میمون هاست و کلا بازیگر صاحب سبک خوبیه. و خب بازیگر آخری که میخوام نام ببرم، بازیگر زیادی توی فیلم بودن، هنرمنده بزرگ زیادی بودن، جاش برولینه. جاش برولین دیگه حتما همتون میشناسید، از جایی برای پیر مرد ها نیست. بعد تو دو سه تا فیلم های خوب وودی آلن بازی کرده، ملیندا و ملیندا، غریبه دراز و سیاه را ملاقات خواهی کرد، توی اینا بازی کرده، تو فیلم مثل گنگستر آمریکایی بازی کرده، روز کارگر. اما در فیلم سالهای اخیر بیشتر به سینمای بدنه و گیشه پیوسته، یعنی در سالهای اخیر مثلا توی سری های مثلا انتقام جویان، فکر میکنم ددپول 2، مردان سیاه‌پوش 3، بیشتر در اون فیلم ها حاضر شده و خب درآمدهای خیلی بالایی هم دارن در اون فیلم ها. نمیگم اون فیلم ها فیلم های بدیه، فیلم های سرگرم کننده خوبیه اتفاقا اینا که نام بردم، اما خب بالاخره کسی که در فیلم وودی آلن بازی میکرده انتظارها بیشتر میشه، همونجوری که مثلا ما از اسکارلت جوانسون انتظاراتمون بالاست. خب فیلم بعدی، فیلم سوم رو نام ببرم، فیلم زندگی عدل هست. زندگی عدل در واقع یک فیلمیه که بر اون هم بر اساس یک کتابه. زندگی عدل به این نام دیگه در ایران مطرحه، نام در واقع فیلم فرانسوی هست که در فرانسه به نام زندگی عدل اکران شد، اما در آمریکا و در ایران به نام آبی گرمترین رنگ است معروفه. خب و این اسم خب شاید جذابتر باشه برای خیلی از مخاطب ها. برعکس در واقع دو فیلم قبلی که به همجنسگرایان مرد میپردازن، این فیلم به دو همجنسگرای زن میپردازه. حالا من میگم همجنسگراش، شاید شما خیلیتون بگین نه اینا همجنسگرا نیستن، مثلا فلان شخصیت فیلم بایسکشواله، کلی بایسکشوال ها و هموسکشوال ها، یعنی همجنسگرا ها و دو جنسگرا ها. اما نکته که وجود داره در این فیلم که بر اساس یک کمیک استریپ ساخته شده. کمیک استریپ رو احتمالا میدونی یعنی چی؟ یعنی در واقع رمان‌های مصور. تنتن یادتونه دیگه، تنتن که معروف‌ترین کمیک استریپ هاست. در واقع فیلم‌هایی که مارول میسازه، در واقع کتاب‌های مارول معروف‌ترین کمیک استریپ ها هستن. این در واقع فیلم‌ها، این فیلم‌هایی که ساخته میشن بر اساس این، معمولاً مخاطب خودشونو دارن، چون قبلا کتاب چاپ شده، کتاب های کمیک استریپ هم مخاطب فراوانی داره. وقتی که چاپ میشه طبیعتا علاوه بر مخاطب سینما، مخاطب های اون کتاب هم میرن سراغش. اما در این حال نقد های زیادی هم بهشون میشه. چرا؟ چون مخاطب های اون کتاب انتظارشون دیگه خاصه، یعنی میگن از اون کتاب نباید به هیچ وجه من الوجود پایین تر باشه این حالا فیلمی که میبینیم. خب اسم اون در واقع کمیک استریپی که ازش فیلم زندگی عدل یا آبی گرمترین رنگ است ساخته شده، فیلمی هست، کتابی هست به نام فرشته آبی. خب حالا این فرشته آبی با نام فرعی آبی گرمترین رنگ است، نوشته جولی مارو و در خارج از کشور توسط سپیده جدیری، شاعر و مترجم خیلی خوبمون، ترجمه شده، اما متاسفانه در ایران فکر کنم موجود نیست، اما از طریق میشه نسخه PDFش رو خریداری کرد. خب در واقع آبی گرمترین رنگ است یه کارگردان فرانسوی فکر کنم تونسی تبار داره به نام عبداللطیف کشیش، که کارگردان خیلی متفاوتیه. من پیشنهاد میکنم دوستان حتما کارها، نظریات، نگاه و نگاه متفاوت عبداللطیف کشیش رو دنبال کنن، مطمئنم براشون جذاب خواهد بود. خب در مورد این اقتباس سینمایی که حالا توضیح میدم فیلم درباره چیه و چجوریه، خب نقدها فراوونه. خیلی ها مثلا که کتاب رو خونده بودن به فیلم خورده میگرفتن که صحنه های جنسی فیلم زیاده. خیلی ها مثلا نقد میکردن که
در فیلم رابطه یه دو تا دختر، یه رابطه ای که یکی از شخصیت ها به اون یکی پرخاش میکنه، با خشونت رفتار میکنه، اما در کتاب رابطه برابریه. در مورد اینکه روی بحث اختلاف طبقاتی در کتاب بیشتر تاکید شده تا فیلم صحبت میکنن، اما خب بالاخره طبیعتا فیلم همیشه یک اقتباس آزاده و قرار نیست کاملا به کتاب وفادار بمونه. خب حالا اگر بخوایم در مورد این فیلم صحبت کنیم، این ماجرا یک دختریه که در رابطه با یک غیر همجنس قرار داره، با رابطه با مرد قرار داره، اما بعد با یک دختر آشنا میشه، یک دختر نوجوان هم هست، بعد و با یک دختر معابی آشنا میشه و داستان ایجاد رابطه، علاقه ها، دور شدن ها، اختلاف ها و درونیات این دختر و روابط و حس های این دوتا دختره. فیلم با استقبال بسیار فراوانی روبرو شد، جایزه نخل کن رو برد و که فکر کنم در تلویزیون ایران هم حتی به شیطنت گفته بودن که جایزه کن جایزه همجنسگراها است، سر فکر کنم جایزه که به همین فیلم داده بودن. و حتی اسپیلبرگ که رئیس هیئت داوران بود استثناءً اون سال علاوه بر این که به این فیلم جایزه رو داد، به دوتا دختری که در این فیلم بازی کردن نقل طلا رو داد. یعنی نقل طلا به صورت مشترک به فیلم و این دو بازیگر تعلق گرفت استثناءً. خب حالا عبداللطیف کشیش کیه؟ عبداللطیف کشیش گفتم یه کارگردان فرانسوی تونسی تباره. یه فیلم معروف دیگه داره به نام راز دانه، من نمیدونم دوبله شده، زیرنویس شده یا نه، به زبان فرانسه است، حداقل با زیرنویس انگلیسیش که میدونم موجوده، من دیدم. یه فیلم دیگه داره بازی‌های عشق و سرنوشت که اون هم فیلم خوبیه. آدمی که اخلاقیات بسیار خاصی داره، یعنی بعد از این فیلم هر دوتا بازیگر فیلم، من ببخشید من چتا رو ببندم چون دارم صحبت میکنم و حواسم پرت میشه. این در واقع بازیگر فیلم هر دوتاشون گفتن ما دیگه حاضر نیستیم با عبداللطیف کشیش بازی کنیم، کار کنیم. یعنی هر کسی که باش کار کرده شاکی بوده. اولا زمان بسیار راشهای طولانی میگیره، بعد اصلا به کات و اینا که اعتقاد نداره، مثلا یعنی 750 ساعت، ببخشید میگم دقیقه، ساعت راش میگیره برای یه فیلم یه ساعت و نیمه. بعد مثلا فیلم میاد از زاویه های مختلف میگیره، با چند تا دوربین میگیره، بعد رفتارش با بازیگرها خیلی وقت خوب نیست، بعد با یه دونه سناریو میاد سر صحنه، خیلی وقتا با اون سناریو عمل نمیکنه، از اون سناریو خارج میشه، روی بداهه‌گویی ها خیلی در واقع تأکید داره و خیلی تأکید داره که حس کار از بین نره، با کات دادن حس کار رو به این نبره و خیلی عقاید خاص خودش دیگه. باید سینماش دنبال کنی، سینمای خاصی داره، بعضی ها دوست دارن، بعضی ها دوست ندارن. اما این فیلم در واقع دو تا بازیگر خیلی معروف داره، یکی با عدل اگزارکوپولوس، ببخش اسمش سخت بود الا یه ذره توپق زدم، که بازیگر خیلی معروفی نیست، بیشتر تو فیلم های فرانسوی معروفه، بازی کرده، یه فیلمی داره بچه های پاریس که در مورد در واقع کشتار یهودیان در جنگ جهانیه، اون فیلمش تقریبا معروفه در جهان. اما بازیگر دیگه یه فیلم لآسیدو، اون خیلی در واقع در فیلم های چون هالیوودی شرکت کرده معروفتر، احتمالا اون رو بیشتر بشناسید، در واقع بازیگر معابی فیلم. خب تو فیلم ماموریت غیر ممکنه 4 در واقع پروتکل شبح بازی کرده، تو فیلم خرچنگ یا لابستر که احتمالا خیلیاتون دیدید بازی کرده، توی یک از فیلم های جیمز باندی بازی کرده، توی فیلم دیو و دلبر، هتل بزرگ بوداپست، نیمه شب در پاریس وودی آلن، حرامزاده های لعنتی تارانتینو، خیلی فیلم ها رو بازی کرده و کارنامه خیلی سنگینی داره. البته که میگم چون ما این بازیگر در هالیوود حضور داره، بازیگر اول در سینمای فرانسه شاید شناخت کافی نداریم نسبت بهش. خب این فیلم در واقع فیلمیه که انتقادها و طرفداری زیادی میشه، خیلی بعضی از انتقاد کرده بودن که این فیلم طبقه مثلا بورژوا رو طبقه خوبی نشون میده، طبقه ای که
دخترشون رو درک میکنن، احترام میذارن به عقایدش، نمیدونم برای سلیقش احترام قائلن، اما طبقه متوسط رو میاد سرکوب میکنه که دخترشون درک نمیکنن، اون ارتباط وجود نداره. خیلی نقد کرده بودن در این باره، درباره فیلم خیلی نقد کرده بودن به خاطر صحنه‌های جنسی زیاد فیلم و گفته بودن فیلم به سمت فیلم پرن شدن رفته، که خب میگم تمام اینا بحثایی داره، دفاعهایی داره و هر دو نظریات رو اگه بخونی در نشریات هست. اما حالا میرسیم به سینمای کجا؟ به سینمای ایران. خب منم یه خسته شدم، ببخشید، واقعا مهمانم نداریم، تا تهش خودم باید برم. سینمای ایران یک فیلمی هست به نام شرایط. کلا سینمای ایران یک فیلم داره در مورد همجنسگرا، چون در داخل ایران که اجازه نمیدادن فیلم بسازن راجبشون، در خارج از ایران هم در لبنان یک کارگردان آمریکایی، ایرانی آمریکایی به نام مریم کشاورز یه فیلمی ساخته به نام شرایط. من توصیه میکنم فیلمو ببینید، اما به من فحش ندید. خب فیلم خوبی نیست، ولی باید ببینید به عنوان کسی که بالاخره میخواد بدونه ما چیکار کردیم در این زمینه. اول اون سه فیلمو ببینید، ببینید اونا چیکار کردن و بعد ببینید ما چیکار کردیم در این زمینه. ببینید فیلم شاید برای یه مخاطب آمریکایی که اصلا نمیدونه تو ایران چه خبره جذاب باشه. تمام ایرادات فیلمو فکر کنه خب این ویژگی ایرانه و لذت ببره. اما آیا مخاطب ایرانی که در ایران زندگی میکنه هم فیلم براش جذابه؟ فیلمنامه پر از حالا ایرادات منطقیه، فیلمنامه پر از پرداخت نکردن به شخصیت‌ها، به موضوع‌ها، به روایت‌ها، خیلی دم دستی و در سطح فیلم رد میشه. فیلمنامه مشخص، فیلمنامه قدرتمند و دقیقی برای فیلم نوشته نشده. نکته بعدی، من میگم برای خانم کشاورز خیلی احترام قائلم، ولی بالاخره نقدا باید بکنم، نمیشه نگم. میدونم محدودیتاشونو، میدونم در خارج از کشور فیلمی بسازی که اتفاقا در داخل ایران میگذره چقدر سخته، اما بالاخره این نقطه وارده. فیلم لحجه بازیگرها و طرز صحبت کردنشون اصلا باورپذیر نیست. یعنی یک نفر یک روز در ایران زندگی کرده باشه اصلا تعجب میکنه چرا اینا این شکلی صحبت میکنن. لوکیشن ها و محیط، فیلم در لبنان مثلا فیلم برداری شده که شبیه ایران باشه، بعد خب شما در خیابون داره طرف میره، بعد ماشین خارجی رو که همینجوری کنارم پارک کردن میبینید، مبلمان داخل خونه مبلمان عربیه نه ایرانی، بعد از اون ور مثلا تصوری که راجع به ریختن مامورا به داخل خونه داره، با مایی که بالاخره تجربه ریختن مامورا به داخل خونه رو داریم اصلا یکی نیست. بعد لحن صحبت کردن توی بسترهای مکانی مختلف، مثلا در موقع نمیدونم زندانی شدن، بازجویی، نمیدونم اصلا آدمهایی که در داخل ایران، میگم اگر همینجوری صحبت میکنن تو بعد در فیلم عللی بیاری که باورپذیر باشه برای مخاطب. یا مثلا کدوم آدمی رئیس بسیج، مثلا رئیس بسیجیشو دعوت میکنه به پارتی مختلط دختر پسری. ما همه تو ایران یاد گرفتیم دو رنگی و دو رویی کنیم دیگه، یعنی مثلا تو محیط کارمون مثلا میدیم یه یاروی مثلا عقیده فلانی داره، مثلا دعوت نکنیم به فلان جمع خصوصیمون. این اصلا این فیلم میگم باورپذیری فیلم خیلی بده. خیلی شخصیت ها در حد تیپ باقی موندن، شخصیت های خاکستری نیستن که بتونیم به عمقشون برسیم. خب میگم شاید مریم کشاورز چون در واقع فقط مسافرت هایی به ایران داشته و زندگی طولانی در ایران امروز نداشته، نگاهش نتونسته اون عمق رو پیدا کنه. به نظر من مهمترین مشکل فیلم مرحله پیش تولید فیلمه که اون تحقیق لازم درباره فیلم نشده. این فیلم برعکس حالا اون چیزی که شاید تصور ما باشه، جایزه تماشاچیان ساندنس رو برده فیلم، خیلی رأی دادن بهش، البته جایزه خاصی نبرده، فقط جایزه تماشاچیان به عنوان بهترین فیلم. بعد دو تا بازیگر توش بازی کردن، نیکول بوشهری و سارا کاظمی، که سارا کاظمی فرانسویه، تو 5 تا فیلم فرانسوی هم بازی کرده. نیکول بوشهری هم کاناداییه و تو خیلی از سریال‌ها و فیلم‌های کوتاه اونجا بازی کرده. یه آقایی هم تو فیلم بازی کرده به نام رضا سیکسو صفایی که ایشون آمریکاییه و ایشون هم در فیلم‌های حالا آمریکایی حاضر میشن. هیچکدومشون سوپر استار نیستن، آدم معروفی نیستن، اما چون بالاخره ایرانی الاصل بودن و میتونستن فارسی صحبت کنن تا حدی در واقع کارگردان ازشون استفاده کرده. خب
اینها در واقع بحثای ما بود، اینا صحبتای ما بود راجع به فیلمایی که شما میتونید ببینید. اما قبل از اینکه شما رو حالا به خدا بسپاریم و خداحافظی کنیم تا دو هفته بعد که در خدمتتون خواهیم بود، ما وارد بحث در واقع همین قضیه همجنسگرایی میخوام بشیم. در حد همین 6 دقیقه که فرصت داریم چند تا نکته رو بگم. خیلی از دوستا سوالایی که میکنن، من فقط در حد سوال جواب میدم. بعدن حالا جلسه بعد سعی کنیم با حضور مهمان من سوالا رو تو کامنت ها بخونم و مهمان پاسخگو باشه. خیلی از دوستان کلمه جنس و جنسیت رو به جای هم به کار میبرن. دوستان جنس یعنی سکس، یعنی ترجمه کلمه سکسه. جنسیت ترجمه کلمه جندر هست. جنس یعنی چی؟ جنس مثلا شما کروموزوم ایگرگ داری، اندام مردانه جنسی داری، خب پس این جنس شماست، این سکس شماست، سکس شما مرده. اما نقش اجتماعی که فرهنگ و جامعه از شما انتظار داره به عنوان انتظار داره، اون جندر شما رو میسازه. یعنی پس در واقع این مسئله که ما بر میخوریم در مورد ترنس جندرها، نخواه میگیم ترنس جندر، نمیگیم ترنس سکس، خب مسئله جنسیته. و حالا بحثی که حالا یا مثلا راجع به وقتی کلیشه های جنسیتی صحبت میکنیم، میگیم کلیشه های جنسیتی. چرا؟ چون این توقعهایی که جامعه از کسی داره. این یک کلمه بود که من دیدم شما جنس و جنسیت رو خیلی به جای هم به کار میبرید. دومین نکته هویت جنسی و رفتار جنسیه. خب آقا هویت جنسی شما ممکنه شما مثلا همجنسگرا باشید، اما رفتار جنسیتون مثل یه همجنسگرا نباشه. یه رفتار جنسی یعنی اون چیزی که در جامعه بروز میدید. هویت جنسی یعنی اون چیزی که واقعا هستید. مثلا شما مثلا حسن حسین هویت جنسیش یک دگر جنس گراست، یه پسریه که به دختر علاقه منده. خب اما مثلا توی محیطی قرار میگیره، حالا برعکسش معمولا صورت میگیره، مثلا هم جنس گراست ولی توی محیطی قرار میگیره به خاطر اینکه خجالت میکشه بگه یا میترسه یا برای اینکه احساس میکنه دوست داره بچه دار بشه یا هر چیزی، با جنس مخالفش ارتباط برقرار میکنه. رفتار جنسیش ارتباط با غیر هم جنسه، اما هویت جنسیش ارتباط با چیه؟ هم جنسه. پس هویت جنسی و رفتار جنسی رو هم شناختی. یه سوال دیگه که میگن که حالا این از کجا بشناسیم؟ از کجا بفهمیم هویت جنسیمون چیه؟ از کجا بفهمیم که ما آقا مثلا هم جنس گراییم، دگر جنس گراییم، بایسکشوالیم، یعنی به هر دو جنس تمایل داریم؟ از کجا بفهمیم؟ یه چیزی هست به نام تست کینزی، K-I N-S-E-Y، بزنید کینزی اسکیل تست. خب اونجا یه چند تا سوال کوتاه شما جواب میدید و بر اساس جواب های شما یه عددی مشخص میشه بین 0 تا 6. 0 یعنی چی؟ 0 یعنی کسی که کامل کامل دگر جنس گراست. اگر دختر به پسر کامل تمایل داره، اگر پسر به دختر کامل تمایل داره. 6 یعنی چی؟ یعنی کسی که به جنس مخالف کاملا تمایل داره. این بعد ولی اکثر 99% آدم ها، حالا کمتر، بین این دو 1 و 6 قرار میگیرن و در واقع حالا مثلا کسی هن که دگر جنس گرایی هن که اما تمایل کمی هم به هم جنس دارن، یا هم جنس گرایی هن که تمایل کمی، یا به هر دو جنس به یه اندازه، یا یه دونه. ما الان به تست کینزی یه نکته به نام ایکس هم اضافه شده که افراد آسکشوال هن که تمایل جنسی کلن ندارن. خب و اینها هم بالاخره جزو در واقع هویت های جنسی طبقه بندی میشن. خب ما وقت کوتاهی داریم. یه چیزی هم بگم، خیلی هم میپرسن تست در واقع هری بنجامین چجوریه، اون از تست کینزی بهتره بدتره؟ من بگم تست هری بنجامین تستیه که ترانسکشوال ها میتونن خودشون رو باش بشناسن. تحقیقش روی ترنس هاست، کسایی که در واقع مثلا پسرن اما خودشون رو، شناخت خودشون از خودشون دختره، یا برعکس و و و، حالا بگم چه حالت خیلی مختلفی داره. پس دوستان اون تست کینزی برای هویت جنسیه و اختصاصا میتونید همتون برید تست رو بدید.
حالا سوالای زیاد دیگه ای بوده، سوالای جذابترش، اینا فقط تعاریف بود مونده. من سعی میکنم هفته های بعد در کنار شما باشم، در خدمت شما باشم، به همه سوالاتتون جواب بدم. شما هم سوالاتتون رو برای من بفرستید، من سعی میکنم در همه این زمین ها با اساتید مختلف مشورت کنم و پاسخگو باشم. خدا نگهدارتون تا هفته بعد، سه‌شنبه بعدی، سه‌شنبه بعدی تعطیل، سه‌شنبه بعدیش، و در کنار هم بودن. دوستتون دارم بسیار بسیار زیاد.